به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه تحلیلی و واقعیت و خبرگونه یکی از کمیته دولتی امنیت ملی و افرادی که داخل این نهادی واقعا هم خیلی بالای ملت و مردم ظلم کننده به اصلاح رسید و این برنامه را تقدیم می نماییم. لطفا با دقت ببینید و آگاه باشید، خاصتا آنانی که از دست اس یتیم و فی مخوف و این نهادی زیر ساختار یا نهادی زیر اداره او ظلم و ستم دیدند، ببینید و آگاه باشید. می توانید همچون خوشخبر نیز این را پذیره. عنوان برنامه را گذاشتیم اس یتیموف گفته است که پیر شدم، نفقه می روم، اکنون مرا نگاه و بین کنیم. مجلسی خیربادی در تغول یا همون آریانی فرخار. بینه دولت ها چکو کرم، بینه در پادرسون نالا، بینه دولت ها، بینه زن امنا دادن که خونک نه، بینه دولت ها چکو کرن هی در غم گرفتو کنتونه اه ایلم ای غم بدون ابروی گوشتی می خوردکتون زهری تانتون شوا سمک میشه من تا بودا می دوزن دیگه بوجی خین بشینین، ما پینسه میرام، پیر شدم، اکو مرا نگاه بین کنین. بیرون آمدنی این حرف و حدیث از زبان اس یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که تا همین چند گاهی پیش خود را کفیل امنیت تاجیکستان و 10 میلیون تاجیک می شماری، در جمع آمد اولاد همه را در حیرت و حراس انداخت. بله، 23 ایول سال جاری خادم دولتی، دیپلمات، دکتر علم های سیاست شناسی، عضو وابسته اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، یتیموف سیمومین ستاروویچ، زادروز خود را در احاطه اولاد در تغول آریانی کنونی دایر کرد. برای بار اول بود که سیمومین ستاروویچ یک چنین جمع آمده را شخصا تشکیل کرده و در آن تک تک اولاد تا دامادها و دخترها و برادران و خواهران و جیان ها را دعوت کرد. بسیار هم پکر، خسته و دل مرده و زیق و حزین و اندوه زده و غمناک به نظر می آمد. تو گویی بچه 18 سالش مرده باشد و یا کلینی زیر چادرش بیامونده باشد. ای کار میرم، خسته و دل مونده شدم، نمیتونم، پیر شدم، تیاریتونه بینید، من همه تا تیار کرده گیم، دیگر میتونید که مرا نگاه بین کنید، من نفقه میرم. گفتنی اس یتیموف را کسی از اولاد منتظر نبود، همه بر این باور بودند که رئیس هم دیگر یک عمره شدگی و با کلان برابر و برابر میروند. من نفقه میرم گفتنی اس یتیموف، این من میمورم گفتنی او است. بله، عبدالمومین یتیموف، رئیس اداره خواجگی جنگل فرخار، برادر اس یتیموف که تا این لحظه ها خود را کرال جنگلی احساس میکرد، بلادرنگ به خرگوشک بلکه به موشی مرده مبدل شد. با اکم چی شده باشد؟ یک خدمتگار فرمه عبدالمومین در نزدی دوستانش گفته است پیش اینها دیگر نایید که گب زده نمیشود. اولاد را پولنی وزیر فریاد کرد، نمیدانم چی گفته است که بعدی آن با هیچ کس گب نمیزنند، دیگر هیچ کدامش با کسی کانتکت ندارد. گفته است که نفقه میرم، دیگر میتونین که بجیخین بگردین. در فرخار آدم های آگاه هم میگویند که شاروخ، همین شاروخ سعید زاده، چنونه که یتیموف و کمیته دولتی او را شاریخ مینامند، وضعیت اس یتیموف را تربی ترب کرده است. بله، خب ممکن است سوال کنید که شاروخ چی کار کرد؟ شاروخ سعید کار را کرد که میتوانید سال گذشته، 2 سال پیش، 4 سال پیش انجام دهد، چون سرداری او مقامی بالا در وزارت کارهای داخلی بود. اما زورش نمی رسید، جرأت و جسارت نمی کرد شاروخ، اگرچه 100% اطلاع داشت که در باره چی می رود. می فهمید؟ سینا سیف اللهویچ جغالوف، پسر سایبی،
خواهری اس اس یتیموف را با مقدار 6 کیلو گرین دستگیر شد. سینا جغلوف سال تولدش 1989 یا 90 در پهلوی رستوران اشرفی جمشید یتیموی برادر اس اس یتیموف در مرکز فرخار یک دکان دارد که در آنجا برنج و نخود و نسک و لوبی و امثال اینها را سودا میکرد. و سالها باز به قاچاق مواد مخدر مشغول بود و همه کارمندان مقامات از این سمت تجارت پردرآمدی وی جیانی اس اس پر خبر داشتند، اما خود را نادیده میانگاریدند چون جیانی خودی اس اس یتیموف است. دیگر سینا خودش هم معتاد است، یعنی گرچک است و همیشه پدکیف میگردد، اما این بار خادمانی میلیسا دستگیرش کردند و فعلا در سیزای کولاب است. اما سینا جغلوف تنها از نزدیکان اس اس یتیموف نیست که در آخرین روزهای کاری اس اس یتیموف بازداشت میشود و وی را سخت پدودید میکند. چند روزی قبل بینندگان گرامی از بازداشتی سینا یکی از راننده های خودی اس اس یتیموف نیز راننده با گفته خودی فرخاری ها کارل مارکسی در حدود فرخار با حجم زیادی گرین با یک قول 60 و قول دیگر 100 کیلو به قب میخورد. این راننده اس اس یتیموف نه فقط راننده، همچنین تلخ یتیموف و از آدم های باوریناک و اساسی ترین رئیسی کدام اس اس یتیموف بوده است. عین زمان بیننده گرامی این راننده اس اس یتیموف که گفته می شود رتبه بلندی افسری سرهنگ هم داشته است در سیزای کلاب نگهداری می شود. ناگفته پیداست که این مقدار بزرگ گرین در گمان است که با خودی وای تعلق داشته باشد. سالهاست که عبدالمومین یتیموف سردار اداره خواجگی جنگل فرخار و یکی از آدمان با نفوذ فرخار همچون نرکبران سطح منطقه‌ای مشهور شده است و راه و سمت های وارداتی گرین از افغانستان را با عنوان لسخاس میری جنگل این منطقه تحت کنترل دارد. تایید کردن آن که این مقدار بزرگ گرین از آن محض عبدالمومین باشد مشکل است، چون طبق معلومات ها خود اس اس یتیموف هم سالها باز با قاچاق مواد مخدر مشغول می باشد. اس اس یتیموف خوب می داند که این بازداشت ها معمولی نیستند، بله اینها یک سیگنال هستند، یک آگاهی هستند که دورت تمام، وقتت به آخر رسید اس اس یتیموف. بله حالا در فرخار و همچنین در میان مقامات قدرتی تاجیکستان این سر و صداها پهن و پریشان شده است که بازداشت سینای جیان و راننده و محافظ اس اس یتیموف کار دست شاروخ است. شاروخ از چندین وقت است که در پی اس اس یتیموف بود تا نقار پدرش را فتح سعید را بگیرد. شاروخ در کروگ خودش گفته است که آلی نگاه کنین ما چی تری میکنم این مغلا که به خلاصگر زور میشه، یگون کسی چنگی ما خلاصش کرده نمیتونه. با مارا پیشی کرگروشده شوریخ کلیشکا مونده. خای ما گفتمو شنیده. من به آگاهی اصلاح گفت که بعدی دستگیر کردن سی جعفر عثمانوف اس اس یتیموف در یک حالت وزنین قرار دارد و سخت ناامید و پکر و مستر به نظر می آید. اما بعدی دستگیر شوی جیان و رانندهش که بدون بال حادثه بازداشت سی جعفر عثمانوف صورت گرفت کاملا شکسته و مجروح شده است. خوب چنانه که معلومات های دیگر در مورد این بازداشت به اصلاح رسید، هنگامی آماده نمودن برای امون گفتند که در صدد است سودی جیان و سودی محافظش سینا و همین شفیار یا راننده و محافظ یتیموف، چون جنایت در فرخار صورت گرفته است و سودی فرخار واگذار شود. و چنانه که گفتند سنتی جیان یتیموف، سنتی ابراهیم‌زاده که یکی از سودیه های دویوم یا سیوم در فرخار است، گفته است که اگر کار به سود که رسید حتما ما خودمان حلش میکنیم. ولی در گمان است که این سود بدون دخالت شاروخ صورت گیرد. این را نیز یتیموف باید خوب بداند و بفهمد که آنچه در نظر دارند که توسط سنت این کار را حل میکنند، یعنی پسر خالش سینا پسر خاله سنت است دیگر، یعنی امکان ندارد. یتیموف باید این را خوب بداند که در این قضیه شاهرخ سعید یا شنونه که امنیتی ها میگه شاهرخ دمابینه و این کار را 100% کرده است. باز معلومات جانبی دیگر رسید که از چند دی بود که نظارتی بچه های شاهرخ
در فرخار در پشت اینها زیاد بود و بالاخره یک فرصت مناسب پیدا کردن در وقتی خوشی کلان چنونه که خودشان گفتن دستگیرشان نمودن. البته باید بگیم که اینها جدا جدا بازداشت شدگی هستن، نه به این شکلی که هر دوش در یک روز یا هر دوش در یک ماه نه، یعنی جدا جدا، هم سینا را جدا گرفتن و اون محافظ رانندش جدا بازداشت شده است. خوب دیگر، این چنونه که در بالا گفتم یک سیگنال بود. اکنون باید بعضی از حسب حال و کارهای یتیموف را برایتان بازگو نماییم. اس اس یتیموف و طالبان. بله بیننده گرامی، اس اس یتیموف زیر این همه بار ننگ و نکبت و بدنامی، یکی از آخرین سفرهای کاری خود به خارج از کشور را در ماه گذشته به کابل پایتخت امارات اسلامی افغانستان انجام داد، ولی چند روزی پیش آن رسانه‌ای شد. هر کسی یک سری مو از شخصیت اس اس یتیموف مخوف با خبر است، می داند که وی هیچگاه و در هیچ حالت به دیداری دولت مردانی با ریش و سلح، ملا و داملا و آخوند با خواهش خود و با میل خود نمی رود. از اینجاست که این سفری اس اس یتیموف با کابل با دل نخواهم و از روی اجبار و مجبوری صورت گرفته است، چون که اس اس یتیموف در روبرو با آنهای نشستگی یک حیات با آنها مشکل داشت. ولی مهم بیننده گرامی که نشست چون چاره نداشت، خبرگزاری ها هم نوشتند که بلکه اشاره خاص کردند که اس اس یتیموف با دستوری امام علی رحمانوف با طالبان ملاقات کرد. البته قبل از این سفری یتیموف از طرف طالبان هم آمده بود استن یک هیئت به تاجیکستان، ولی خوب دیگر این سفر با فرمان خودی یعنی امام علی رحمانوف صورت گرفته است. معلوم است بیننده گرامی که بدون دستوری امام علی رحمانوف قدم بر نمی دارد و این به کودک صنف یک هم معلوم است، ولی این احتمال را بیننده گرامی نمی توان بعید دانست که امام علی رحمانوف عمدن و برخاستانه و مخصوص یتیموف را فرستاد که برود و با ملاها و رشدارها مسئله را حل نماید و اس اس نشست در برابر تروریست ها، عصر میانگی ها، جهالت و عقب ماندگی، تعصب، رهگم زدگی، جهانبینی کورکورانه در مقابل زبرت و ممنوعه، یعنی این چیزهایی هستند که یتیم خودش همیشه اونا را به همین شکل یعنی معرفی میکنه، اما در مقابل آنها رفتن و با زانو زدن را دیگر نشان داده ایستاده است. با پنداری ازلی خودش زپدلا میدانیست یتیموف که با آنها نشیند و با پا و دستی راهبران طالبان افتاد که با مبادای به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمک کنید، مبادای جلوی انصار الله را به دستی کبیری بسپارید، بله و هر چیز گوید شما طالبان لام و میم نگفته اجرا میکنیم. انا احمدی مسعود را سر کردیم، سملوت و چرخبال هایتون را هم برمیگردونیم، انتقال قوای برق زیادتر میکنیم، با مردم خودمون را نمیتیم بسویتشون میمونیم، یکی باره شما را میتیم، بازارهای مرزی هم زیاد میشود، انگیشت را هم بسیار براتون میدیهیم، میدیهیم و خلاص، هر چی قدر خواستید، هر وقتی که خواستید برایتون میدیهیم. بیننده عزیز و گرامی اصلاح، ببین کاری خدا را، صابری با صبر،
چی کارهای نمیکند الله. اینجا یعنی در داخل کشور رشدارها را خائن و دشمن و جنایتکار اعلان کرد و اعلان میکند، به حبس و زندان میکشد. در مشروطکه ها حجابدارها را بار کرده برده میفهمانند، اما آنجا میرود و دست و پا میبوسد، دست و پای امیرخانی متقی را که ریش شعریشی همه رشداران ما درستر است و دیگر مقامات مسئول بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان طالبان را. در اینجا چقدر رشدارها را کشت؟ مثلا همین محمد علی فیض محمد مولوی و ایشان قیام دین و مخصومی عبدالستار که اسیر و بندی بودند کشت. اما ببینید که چقدر عاجز و مضطرب و مشوش در نزد طالبان سر خمانده است. این تارسکی یا شپلاق خدا است که صدا ندارد، ولی آن چنان محکم و سنگین است که دود از جگرش می براید. دیگر در حقیقت فرصتش سر آمده است و یک مرور کوتاه کنیم با کارنمایی اس اس کی او کی بود. ممکن است بعضی ها این اس اسی مخوف را خوبتر نشناسند. اس اس یتیموف کی بود و چی کار کرد؟ برای آن کی آسان فهم و آسان شناس باشد از یک نوشتهش اقتباس می آوریم. در دایره فهمی کاتگوری منفعت هر قدر دور رفتن، فاصله گرفتن از ارزش های اقتصادی، مادی، مالی، متریالی، زمینی، همان قدر معنای نزدیک شدن به کمخردی، تعصب، رهگم زدگی، دروغ و فریب را دارد. ببینید یتیموف چی گفته استوده است. با چنین کرامتی جهان بینی کورکورانه که گویا میتواند جامعه یا حداقل یک فرد را خوشبخت کند، از اعتقاد مندان عادی، ساده، قطاری، گمراه سر کرده تا تروریستان خودکش و ذوقی چشیدنی شهد شهادت داخل نخورک باور میکنند. شخص صاحب معرفت و با اندیشه این عقیده ها را باطل می شمارد، اما با ناخون راه در خارا بریدن، فرو رفتن با آتشدان نگونسار بسی آسانتر از بازسازی و دیگرگون ساختن شعور آنهای است که گرفتاری همین طرز جهان بینی اسطوروی میفلاگی و بدلیل هستند. یعنی شهادت وجود ندارد، یعنی این کاری که اینها میکنن دروغ است، یعنی این یک چیزی افسانه است. یعنی خوب دیگر از همین چیزها بود که بیننده گرامی این گفته خودی اس اس یتیموف است از نوشته هاش. اس اس یتیموف بینندگانی عزیز گرامی در طول تمام عمر کثیف خود با همین جهان بینی و با همین فلسفه و با همین توهم و خیال زندگی کرده است. تمام عمر خود را در مبارزه مقابل الله، اسلام، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ملا و مسجد گذرانیده، اسلام را دلیل و علت قفاماندگی، عصر میانگی، جهالت، تعصب میشناسد. یکی از اسلوبها و شرطهای مهم شخصی را که در کمیته دولتی امنیت ملی به کار قبول میکرد، او باید نماز نخواند، او باید به وجود الله انکار داشته باشد، او باید از اسلام دست کشد، او باید روزه نگیرد، او باید با جنازه اشتراک نکند، یعنی تمام مقدسات دینیش را انکار کند و او را بعد به کار در کمیته دولتی امنیت ملی میگیرد و حتی قرآن را در نزدش با شته میزنند که مبادا دروغ گفته، یعنی به کار ندراید، یعنی میسنجند که آیا تو ایمانداری و مسلمانی و اگر بله خوب مشکل برایشان هست و قبولت نمیکنند، ولی اگر تو با پنداری اس اس و عقیده پوسیده او باور داشته باشی و زیدی ارزش های دینیت باشی در کدام با کار میپذیرندد. بله، از آغاز کارش بیننده گرامی با عنوان چکیست در شعبه زید دین کار کرده است. بله، وقتی آمد و در کرسی ریاست کدام شیشت این نهادی مقتدر اجتماعی و نظامی را پر را بر زید دینی 99% رایج کشور اسلام استفاده کرد. البته این رقم را رحمانوف گفته است. باز نگوید که چرا در تاجیکستان مثلا از این عدد زیاد است کم است، ولی این گپ خود پرزیدنت تاجیکستان است. می شود بیننده گرامی از نوشته هایش هزارها مثال آورد که چقدر با اسلام تنفر و بدبینی و نفرت دارد. راهبری هیچ نهاد دیگر حکومتی امامعلی رحمانوف دوام 32 سال راهبری امامعلی رحمانوف بر مقابل اسلام، روحانی ها، مسجد اینقدر تعرض و تجاوز
نکرده است که اس یتیموفی مخوف کرده است. این که امام رحمانوف یک فاسدی دشمن خدا و اسلام است با کسی پوشیدنه است که او چونین است، اما این اس یتیموف بود که تنفر رحمانوف بر اسلام را اوج و توان و زوری بیشتر داد. بله، زندان ها پوری سلفی و نهضتی و ملا و تحریری و ملا بچه شو. کار به حد کشید که ایده ای اس یتیموف و چند دمروی کاسلسش که تلاش استخراج افکار دنیوی و ضد دینی از ادبیات کلاسیکی، مثلا از مولوی جامی و یا خواجه حافظ و شیخ سعدی و یا اهل تصوف و چون بابا طاهر عریان کرده و در رسانه ها با مؤلفان کتبی درسی جدال و نبرد براه انداخته بودند که ادبیات کلاسیکی را در روحیه پسیمیستی و دینی به طلبگان پیشکش کردند. در پیام امساله امام رحمانوف راه یافت و رحمانوف به بازنویسی کتب درسی تلقین و تشویق کرد. منظور بیننده گرامی، باید کتاب‌های درسی ادبیات ما طور دیگر نوشته شوند که در آنها اتئیزمی جنگاور و ماتریالیزمی دیالکتی اساس و محک باشد، یعنی غایه، ایدئه و ایدئولوژی دهرگی از مکتب متوسطه تلقین و به کودکان ما و شما درس داده می شود. این همه تحت تأثیر اتئیزم جنگاور و نئوماتریالیزم و دیامات می باشد که اس یتیموف پیرو و مجذوبی این مکتب است. این که در مرکز اسلام شناسی و در کمیته دین صاف فیلسوف های از خدا برگشته و از اسلام بیزار آوردمان، این یک گپی معین است. درست است که مساجد در تاجیکستان قبل از آمدنی اس یتیموف به راهبری کدام هم با هر بهانه، مثلا سند ندارد، بسته شده بود. سیاست ضد دینی امام علی رحمانوف این سیاست ضد دینی خودی وای است. قبلا هم همین طور بود، چون اسلام رقیب و دشمنی سرسختی وای است. اما اس یتیموف اینجا به حد گذران جر رستیم و لاو و داملاو و مسجد و نماز خان و روزگیر و با ایمان را براورد تا به حد که بیننده گرامی امام علی رحمانوف تحت تأثیر قرار گرفت که آشکارا گفت روزه اتون را خورد و زردالو را چیند و غولین کند و زمستان خورد تا گشنه نماند. من همی آیله دیخانه که 10-12 فرزند دارد یا 7-8 فرزند دارد یا 5-6 فرزند دارد، زردالو در ادیر پخته رسیده است، اگر نرود در حرارت 40 گرادوس او را جمع آوری نکند و با فرزندا خوش نکند و پگاوی نکند، وای زردالو نگاه کردن نمیستد که که رمضان تمام میشود. وای از روزی روزی فرزندان اهل خانه و بیت محروم میشود. 18,000 کار کرده ایساد است، 18,000 ساختمانچی. اگر آنها همش میباشیتان روزه دارند، ماهی سپتامبر نه، یک سال پس دیگه به استفاده دادن نمیتونید. ا وقتی که به استفاده ماهی نویبر دیان ما 200 مگاوات دیان در فصل زمستان برق میگیریم که مردم تاجیکستان مثل زمستان گذشته زمستان اذیت نمیکشن، با گرمی تام میشن. قریب 9 میلیون اهالی، این کاری سوال نیست؟ بله، چنانه که شنیدید. اما اس یتیموف بیننده گرامی یک چیز را فراموش کرد که بر مبنای تعلیمات دهره های دین ستیز در یک کشوری که مردمش مسلمان است ماموریت و مسئولیت داشته نمیتواند و اگر داشته تواند هم زورکی و موقت و غیر طبیعی است. اس در دوام 15 سال کاریش کار را برای تمام اقشار و طبقات اجتماعی مشکل و غیر عادی گردان. هیچ عرصه و ساحه نمان در کشور که امنیت حتما در آن نول نزده و فک نخلانده باشد. فرمان و امر و دستور قرار پرزیدنت و رئیس حکومت از تشخیصی معاینه کمیته دولتی امنیتی ملی میگذرد. به طور افتوماتیک اس برقم اول و نهاد زیر راهبری ایوی با یک غول و با یک دینازور تغییر جایگاه و شکل و صورت کرد. قبل از آمدن اس یتیموف در زمانی مثلا خیرالدین عبدالرحیموف و سید انور کمالوف، سید امیر
میرز حروف هم امنیت کار میکرد، اما کار دولت میکرد. بله، در آن دوره ها مردم به امنیت مشکل و سر و کار نداشت، اما بعد آمدن اس اس یتیموف مخوف امنیت یک سگی گزنده و حار و دیوانه شد. به هر کسو، هر کارخانه و هر جا سرخلانید و فوق پیش کرد. اول سرخلان، بعد ضبط کرد. تمام ساحه ها را تحت کنترل گرفت. دو حاکمیتی عام و تام و آشکارا. حتی در برخی از نواحی و اداره ها امنیت و کوراتوری امنیت عملا شخصی اول شد. امنیت به مقام اول حکومت برآمد و رسید. همه چیز را امنیت حل و فصل میکند. سپرافکای امنیت مهمترین سند برای کار و منصب و وظیفه شد. این اس اس یتیموف است که ما حالا در بدر و گریزه و پناهنده گشته ایم. چرا رحمانوف به اس اس یتیموف اینقدر اوپل نماشی داد؟ چون که اس اس خیلی از خواسته و توقعات رحمانوف را برآورده کرد. بله، آن چیزهایی را که امید رحمانوف میخواست کرد. هنید بسته شد. رستم آورده می شود. فضا در داخل ترسالوده و امنیتی است. دیگر هیچ اعتماد و باور موجود نیست. امام رحمانوف به اس اس یتیموف اختیارات به حد و مرز داد و وی در ساختارهای امنیت خش و تبارها و هم شهرهای خود را جا بجا کرد. دامادها، جیانها و حتی خشاوندان دوری دورش را آورده در وظیفه های دولتی که از حساب بیوجت مملکت خورند باز پارا فراتر گذاشت و کمیته دولتی امنیت ملی را خاصی یک ناحیه یعنی فرخار کرد. این هم کافی نبود، با جوچاکمانی و نوارگیری را سر کرد. اول ملاها را نوار گرفت، کاری که می دانیست نتیجهش به رحمانوف پسند می آمد. می خواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. ما مثال های زیادی در دست داریم که از جانب زنان و دختران سترپوش، استعمال مواد مخدر، آدم فروشی و باز بعضی کردارهای دیگر صادر کرده می شوند که از سنت و عنعنه های ملی ما هویت و شأن و شرف زنی تاجیک تماما و فرسخ ها دورند. من نمی گذارم نمایش دهم، من نمی گذارم، چون که ننگ و ناموس دارم و چی کارها مشغول هستم. مثل آن شیخ هایی که نمایش میدن از آنها در بدتر هستم بازناشون. بله بیننده گرامی، چنانه که خودتان دیدید و فهمیدید. سپس وزیرها و دولتی ها را متهم کرد و همین طور عالمان و دیگرها را. بله، خلاصه یک بریه نو برآمد شد. حزب و انپی آها و ادوکاتورا و مطبعات را هم زین زد و سوار شد. خلاصه هر چی که با این مردم میخواست کرد. واقعیت های حال بیننده ی عزیز و گرامی چنین بود. اکنون میگذاریم به نقل ها از یک پادبان فرمه عبدالمومن. هنوز یک سال نشده است که یک آدم را با افیون بچه های کمونه پستاوه کردند. آنها 10-12 نفر بودند و با ملیسه ها داد و گرفت داشتند. در اصل مادرش یک کمپیری کلانسال است. او را بردند و محکم کردند. این پیرزن رفت از پیشی عبدالمومن و ماجرا را در پیش اکه عبدالمومن حکایت کرد. عبدالمومن گفت است که اگر ملیسه باشد رفته نمیتوانم، لیکن در سود یاردمش میکنم. کار به سود رفت. در حقیقت یتیم عبدالمومن به خاطر همون کمپیر گب زنان کرده بوده است. خلاصه 6 نفر از همراهان آن بچه حکم گرفتند، اما این بچه های سری سود آزاد شد، چون که سنتی جیانش جاش ده کار را حل کرد. خوب، این کاری خوب است، یعنی کارهای خوب اینها را هم گاها گفتن لازم برای اینکه این نقل کرد و ما واقعا خرسن شدیم که یک بچوره یعنی مظلوم آزاد کردن. این گپی سال 2011-12 است. در خانه جمشید یتیموف کمپیری اوچش نقل کرد. کمپیری مادرش مومای زیباگل انسان خوب بود و تاجیک تازه بود. اما ستار معلم که حالا مکتب 15 را که اس اس آنجا را خوانده و در آنجا معلمی هم کرده است و این مکتب را بنامش گذاشتند درگای.
یعنی ستار درگای مسد مغلای نقل های زیاد میکرد. یک بار نقل کرد که بچم یعنی که همین مومای زیبوگل اوچه یتیموف بچم قطی پریزیدنت سلام کردم. در پریزیدنت گفتم که بچم تو وقت در وظیفه بچه من در برد باشد. پریزیدنت قسم قول دادگیه در پیش من که تو وقت من در وظیفه ام همین بچه تو در بری من هستی و دعاش دادم. خوب مومای زیبوگل همتری گفت نقل کرده است در پیش مردمی توغل. زیبوگل زنی خوب بود. جمشید 60 تن گندم در آویده آورد داری خانه شان. زیری بارون و آفتاب جزیر شده ایستاده بود گندم ها. مومای زیبوگل همه معلم ها را آورد 6-7 خوبچه داد شان با مردم هم تقسیم کرد گندم ها را. این کار سال 2008-2009 صورت گرفت. یعنی واقعا هم اگر حاضی بود پوسن هم هیچ کس نمیتید ولی خوب کارهای خوبی آچه یتیم فهم در اینجا آوردیم تا اینکه بیدانید که ما حقیقت آن چیزی هست آن را گفتیم و خواهیم گفت. عبدالمومین عبدالمومین پیشینه نیست. چرا؟ وضعیتشان بد شده است. یگان آدم پیششون رفته نمیتوند. منظور عبدالمومین دیگر یگان کس را قبول نمیکند. آدم ها پیشش میرفتند. یک شناس هم گفت که در عدل کارم غلطیده است چکار کنم؟ امو یک چوپانی فرمش گفت. گفت است که پیشی عبدالمومین نرفتی آخی؟ نه گفت است. چی ده وضعیت خودشون بزی بای؟ با آنها حاضر گپ زده نمی شود. رئیس یگان آدم قبول نمی کنه. ممکن برام خطیم جنگ کنه. خوب دیده سه یعنی این گپی خیلی معنی دارد. دیگه عبدالمومین یگان کسی قبول نمی کنه. وقتی زیادتر خواستیم فهمیم. اما در همین فرما لوبای وقت می رفتی پشتی درش آدم ها و ماشین ها قطار بودن. ما زاده ی فرخاریم. می دیدیم که یگان ماشین قیمت می آید می استد می فراید می پرسد که همین فرما اکی عبدالمومین در کجا های می گوی همون سون. این همتری کارها رو حل کنی می روان. لوبای کس بیند میگه که یگون پرابلیم داشته که یعنی که فرمای عدمین کفته است. از خود دشنبه زده آمد. از خود غرم از حصار خوجان راست پیش عبدالمومین فرما می آمدن به فرمای اکای عبدالمومین. اونجا در گواریت سمه کردن بعد می برویند می روند. لایه می تین خوی می خرند. در پشتی فرما می دیدی که ماشینوی بعد وای ما قیمت استادگی های. اما حالا همه جو خالی. چرا؟ خوب دیگره که باید فهمید که حالا برای چی همه خالی هست چون که وضعیت اس اس چنانه که در بالا گفتیم خیلی وخیم و بد است. بله. و حالا اکنون اس اس مقاله های یک زمان نوشته خودش یا برایش و یا از تنش نوشته را میخواند و به این سطرها میرسد. بویای دکو چند قولی اس اس یتیموفا براتون بخونم تا اینکه ببینید که پیش چی میگفت. اگر به خاطر برپا کردن دولت چی قدر جان نثاری ها شده باشد برای حفظ کردن در امن و آسودگی و رشد و ترقی نگاه داشتن دولت صرفی نه کمتر از آن ضرور است. فعالیت هر روزه پیشوای معظم ملت تاجیک نشانگر و نمونه عالی همین گونه مناسبت به تقدیر امروز و آینده دولت ملی ما می باشد. خب اس اس چون این نوشته بود باید یک یعنی اقتباس دیگر. پیشوای ملت نه تنها دولت تاجیکان را اساس گذاشت بلکه روح ملی را از لحاظ نظریوی و سیاسی و عملی همچون جهان بینی ملی احیا کرد قوت بخشید. از این امکانات تاریخی صنفی صاحب تفکری مبارز باید استفاده اعظم نماید داند و خلاصه کند که آینده ملت و دولت ملی محض و تنها از تربیه جهان بینی ملی وابستگی دارد. خب باز هم اس اس یتیموف چنین نوشته است. قول دیگرش تاریخ استقلالیت، تاریخ نوین دولتداری ملی، زندگی نامه اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. باز سخن دیگرش اگر دوران سلطنت سامانیان دوره تیرلائی ترقیات علم، ادبیات و فرهنگ یادآوری شود، زمان راهبری پیشوای ملت در شرایط و امکانات نوین بدون شک مؤثرتر، ثمرناکتر و بزرگتر از یعنی دوران سامانی است از آن است.
واقعا هم خیلی جالب است نه بیننده گرامی. و این را نیز باید برایتان بگویم که اولین شخصی که واژه پیشوایی معظم را در یعنی که رسانه و در همه جا مجبور کرد تا که بگویند محض انا همین اس یتیموف بود که پیشوای ملت میگفتند ولی پیشوای معظم ملت را یعنی کسی نمیگو ولی همین معظم شه انا همین اس میانی مردم رایج کرد و میانی مطبوعات و دیگر همه جا میگویند. آن نتیجه زحمت های شبانه روزی و جانفدایی اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای معظم ملت می باشد. اکنون بینندگان گرامی حال تباه اس پس از این همه خدمت به پیشوای معظمش بنابر خبرهای رسیده حالا زوره کرده ایستاده است اس کی اقلا نماینده در شاست تعینش کنند ولی این بار خود رحمانوف رد کرده است چون وابسته از آن که چون سگی وفادار خدمت کرد امامد رحمانوف معلومات گرفته است که از بالایش به مسکو شکوه کرده است و نیز به خبریش از تبدلات عثمانزاده رحمانوف را با وی مشکوک و یعنی مزنون و گمان برش میکند. بله خوب اکنون بیننده عزیز گرامی در آخر این را می افزاییم که اس یتیموف مخوفترین مقامدار است که در دوران تاجیکستان صاحب استقلال توطئه سپکتکل های ساخته تهمت های بسابقه به شهروندان مبارزه به امان بر علیه دین فرهنگ عقیده مردم تاجیکستان زندان کردن قشر آگاه ملت قتل های زنجیره‌ای مرموز با هر راه و وسیله بدنام کردن تاجیکستانی ها با نام تروریست و اکستریمیست و دیگر فاجعه ها معروف است. بله بدون شک سرنوشتی لاورنتی بریا راهبر NKVD اتحاد شوروی بر او تطبیق می شود. سالهای کاری این دو قاتل خیلی با هم شباهت دارند. اگر چند بریا 15 سال بود خوب دیگر آمد به شکلهای وظیفه های دیگر گذشت اما مهم تقریبا یعنی شکل و کارها و در این مقام ها بودنش تقریبا یک است. بریا از تباری مینگریل های گرجی بود اما اس یتیموف از تباری مغول های اتنیکی توغول بله یعنی آریانی کنونی ناحیه فرخار. اس یتیموف هیچ رحمه بر فرزندان ملت تاجیک نکرد و شدیدترین رپرسیه را در کشور عملی نمود. امیدی آن را داریم که این مخوفترین قاتل این ملت در زودترین فرصت به کیفر اعمالش برسد و روح شهدای بگناه آرام و آزار دیدگانی دیگر آهی سر کشند. آن روز بزرگ خیلی نزدیک است. بیننده عزیز و گرامی تا اینجا برنامه به پایان رسید. یک خواهش داشتم از همه آنانی که نفرت به این مخوفترین مقامداری تاجیک دارند یعنی اس یتیموف مخوف ما یک مسابقه تشکیل می خواهیم کنیم. هر نفر در مورد اس یتیموف یا سه مطلبی خیلی مهم باشد که نکات مهم در آن ذکر شده باشند یا پنج مطلب ولی مهم که هر یک مطلب می نویسد بدونی یعنی فکت نباشند دارای فکت باشند. ما جایزه پولی حتما میگذاریم تا اینکه برای آن شخصی که سه مطلب یا پنج مطلب که خط شریفتی می نوشتش باید یعنی 9 باشد و صفحات یا عدد صحیفه ها از 12 صحیفه کم نباشد تا اینکه یا 3 برنامه یا 5 برنامه و اگر شخصی توانیست یعنی کارهای کردگی مهم نیست که از ویکیپیدیا برای ما نویسید ویکیپیدیا معروف است ولی مهم که بتواند همی یتیموف اپیسد کرده نقش و کارهای انجام داده شه برای ما ملت و مردم بتواند نویشته بتواند فهمانده ما چنین جایزه رو انشاءالله که میگذاریم حتما یعنی قیمت جایزه رو باز هم معین میکنیم. مرحمت آنانه که قلم دارید و امکان نوشتن دارید نویسید تا اینکه بتونیم برای ملت و مردم برنامه رو تقدیم نماییم و برای نسل آینده این مخوفترین فردی مقام داره که در حکومت رحمانوف مقامی ظلم و قتل و کشتار و جنایت و بر ضد دین و آیین بر ضد مذهب بر ضد فرهنگ بر ضد عقیده ما و شما مبارزه به امان برد بتوانیم او را معرفی نماییم. مرحمت بیننده عزیز و گرامی قلم به دستان آنانه که امکان نوشتن دارد نویسید و انشاءالله هم مکافاتی خود را صاحب گردید. برایتان اطمینان کامل
می دهیم که کسی از شما آگاهی پیدا نخواهد کرد. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.